سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سر خط خبرها، حمله گروهی انتحار کنندگان بالای خانه یک عضو مجلس نمایندگان. در حمله گروهی از انتحار کنندگان در کابل بر خانه میرولی نماینده هلمند در مجلس 5 تن کشته شدند. رد بودجه مالی سال جدید خورشیدی، مجلس نمایندگان مسوده بودجه سال 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد. در این بودجه توازن در نظر گرفته شده، نه عدالت در نظر گرفته شده و نه هم شفافیت. ترک کمیسیون فیصله هم دعوت بودجه رد شد. پیش از اینکه نماینده های مردم ما مخصوصاً ولسی جرگ ما به رخصتی های زمستانی خود برن، ما امیدوار هستیم که در نهای بسیست. محکمه علنی یک متهم فساد مالی. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مدیر عمومی بانک ملی ولایت بغلان را به اتهام فساد و اختلاس محکوم به مجازات کرد. یک دوسیه کوچک نبوده. شما نگاه کنین، متهمین از نیمروز از مرز پاکستان گرفتار شده. سال 94 و 95 پول اختلاس شده. و نجات دختر 7 ساله سوری، کودکی که از شهر حلب اوضای بحرانی این شهر را در تویترش پخش میکرد. من فواد امان هستم. در حمله گروه از مهاجمان بر خانه میرولی نماینده هلمند در مجلس نمایندگان 5 تن جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که یک تن از مهاجمان انتحاری مواد انفجاری همراهش را در برابر خانه این عضو مجلس نمایندگان منفجر ساخته و مهاجمان دیگر شماره افراد دیگر را در خانه میرولی به گروگان گرفتند. همکارم کریم امینی از محل رویداد روی خط است با ما. سلام بر شما کریم، اوضاع اکنون چگونه است و آخرین اطلاعاتتان در مورد این رویداد چیست؟ خب تا فعلا که هنوز هم نیروهای امنیتی موفق نشدند که به گونه کامل وارد خانه عضو مجلس شوند. تلاش دارند که از راههایی و از بخشهایی که اونا در نظر دارن وارد خانه شوند تا بتانند مهاجمانی که در داخل خانه است و کسانی هم که شامل مهمانای این عضو مجلس میشه و به اعضای خانوادهش که اونا رو به گروگان گرفتن، روشن نیست که چند تا مهاجم انتحاری وارد خانه است و اونا رو به گروگان گرفته. اما تا فعلا یکی از مهاجمان که خودش نخست در برابر خانه یوز مجلس منفجر ساخته بود، مواد همراهش منفجر ساخته بود تا را باز شد بر دیگرها. افزون به او یک از مهاجمان دیگر هم مواد همراهش در درون خانه منفجر ساخته. یعنی دو تا از مهاجمان انتحاری تا فعلا مواد همراهش را منفجر ساختند که تلفات هم داشته، ولی روشن نیست که یکی یا دو تا یا چند تا دیگر از مهاجمان باقی ماندن و چند تا در درون خانه است و آیا در گرد و پیش خانه هم کسی است یا نه. این هنوز روشن نشده و نیروهای امنیتی هم در تلاشی هستند که وارد شوند. تیراندازی پراگنده هست در محل، به گوش میرسه. گاهی نیروهای امنیتی تیراندازی میکنند، گاهی هم مهاجمانی که در درون خانه هستند تیراندازی میکنند. تلفات رقمش تا فعلا که ما به دست آوردیم، البته این تایید نشده است و دقیق هم نیست، احتمال داره که بیشتر از این باشه، ولی گفته شده که 5 نفر جانشون از دست دادند. انتحاری که نخست در خانه عضو مجلس صورت گرفته که دو تا از نواسه های عضو مجلس است، یکی هم از مهمانایش است که گفته میشه پسر عبیدالله بارگزه است که او هم عضو مجلس نمایندگان است، و چند تن هم از نگهبانایی که در اینجا بودن زخمی هم داره. این رویداد چندین تن به شمول وایس صمیمی فرمانده پیشین ولایت اورزگان که مهمان عضو مجلس بوده امشب، او هم زخم برداشته. زخمی ها به از راههای چند تنشان به بیمارستان انتقال داده شدن، احتمال داره بخششان هم وارد در داخل خانه باشن. این رویداد دقیق در کدام بخش کابل صورت گرفته؟ خیلی کوتاه. خب مربوط ناحیه 5 میشه، در مربوطات خوشحال خان در اینجا صورت گرفته که خانه عضو مجلس هم در اینجا است و هنوز هم نیروهای امنیتی محل در محاصره دارن و موفق نشدن که رویداد به پایان برسن. سپاسگزارم کریم امینی، خبرنگار تلو نیوز.
مجلس نمایندگان مصوده بودجه سال 1396 هجری خورشیدی را در نخستین روز مالی سال مالی با اکثریت آرا رد کرد. نبود توازن در برنامه‌های توسعه ولایت‌ها و وجود پروژه‌های خیالی در برخی از واحدهای بودجه‌ای از علت‌های رد مصوده بودجه ملی امسال بودند. شمار از نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند تا هنگامی که نقایص سند بودجه از میان برداشته نشوند این بودجه را تایید نخواهند کرد. سرانجام پس از نزدیک به 40 روز بررسی های کمیسیون های 14 گانه مجلس درباره سند بودجه سال 1396 هجری خورشیدی، این سند به روز چهارشنبه در مجلس عمومی رد شد. شما وکیل صاحب روی از او قدر نظر نمی اندازیم، باعث فساد در کشور شدیم. در این بودجه توازن در نظر گرفته شده، نه عدالت در نظر گرفته شده و نه شفافیت. تقسیم نامتوازن بودجه در ولایت ها، پیش بینی نشدنی درآمد های سالانه به گونه روشن در سند بودجه، وجود شمار بزرگی از پروژه های انتقالی در مقایسه با پروژه های جدید، افزایش تخصیص ها در کوت های احتیاط و متفرقه، وجود پروژه های خیالی در وزارت های انکشاف دهات و فواید عامه، بی توجهی نهادهای دولتی به ولایت های کمتر توسعه یافته از نقایص مهم در سند بودجه امسال گفته شده اند. کم پیشنهادات چې وکیل صاحبان د ملي مسایل د پاره لري هغه هم په نظر کې ونیسي، نو مشترک کمیسیون فیصله همدا وه چې بودیجه رد شي. پروژه‌ای که بر مردم افغانستان ضرور بوده است، فقط دوباره توسط رد شدنش میشه که در بودیجه گنجانیده شوه. خوشبین هستم که انشاءالله ظرف دو هفته سه هفته آینده، پیش از اینکه نماینده های مردم ما مخصوصا اولسی جرگه ما به رخصتی های زمستانی خود برن، با امیدوار هستم که نهایی بسازیم. سند بودجه درست زمانی از سوی مجلس نمایندگان رد می شود که امروز چهارشنبه روز اول سال مالی جدید است. محکمه ابتدایی یک پرونده اختلاس بیش از 24 میلیون افغانی امروز در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار شد. در این محکمه 9 تن مجرم شناخته شدند که از این میان مدیر عمومی بانک ملی ولایت بغلان به 19 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. این سومین دادرسی است که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری برگزار می شود. لوی سارنولی 9 تن را در پیوند به حیف و میل شدن 24 میلیون و 415 811 افغانی به این دادگاه معرفی کرده است. یک دوسیه کوچک نبوده. شما نگاه کنین، متهمین از نیمروز از مرز پاکستان گرفتار شده. به سال 94 و 95 پول اختلاس شده. از بانک کندوز و از بانک بغلان اختلاس شده. دادرسی بیش از 7 ساعت به درازا می کشد. در پایان تمامی متهمان مجرم شناخته می شوند و مدیر عمومی بانک ملی بغلان به 19 سال و 6 ماه، معاون بانک ملی و معاون در افغانستان بانک ولایت بغلان به 10 سال، مدیر عمومی دمیوند بانک، مدیر ارزی خدمات و یک صراف بانک ملی ولایت بغلان به 5 سال، خزانه‌دار بانک ملی ولایت بغلان به 4 و نیم سال، صراف از ولایت کندوز به 3 سال و صراف هم از ولایت بغلان به 2 سال حبس تنفیذی محکوم می شوند. این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت داشته باشین حق استیناف خواهی شما مطابق به قانون محفوظ است. ما تاکنون 3 پرونده را پشت سر گذاشتیم. پس از این 3 پرونده سخت است که بگویم نتیجه نهایی چه خواهد شد. اما آنچه که من از آن خوشنود هستم این است که جریان محکمه خیلی خوب بود. آمادگی‌های خوب گرفته شده بودند. و این به معنای آن است که مرکز عدلی و قضایی کارهای خوب را انجام می دهد. اما این حکم نهایی درباره اینا نیست. کسانی که حکم محکمه ابتدایی را نپذیرد می توانند در محکمه استیناف از خودشان دفاع کنند. متهم شدن شمار از اعضای مجلس نمایندگان بعد از داشتن در اخاذی ها و زورگویی ها باعث درگیری لفظی میان دو تن از نمایندگان گردید. پس از آن که یکی از اعضای مجلس نمایندگان انتقاد کرد که شمار از نمایندگان در اخاذی ها و زورگویی ها دست دارند، یک عضو دیگر این مجلس از این گفته ها خشمگین شد و سخنان زشت بر زبان آورد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه این مجلس، شماره دیگری از اعضای این مجلس را به دست داشتن در قانون شکنی ها و زورگویی ها متهم کردند. قانونی که ضامن اجرایی حرمت ما در چارچوب نظام است به عنوان یک وکیل، وقتی که خودم احترام نگذارم
و قانون نقض کنیم. نقض قانون به معنای عزیز که پای تمانده باشه روی قانون. در جای مختلف به نام وکیل موتورا استاد میکنه. وکیل چی کار داره در تناش بلند که موتورای مردم استاد بکنه؟ وکیل چی کار داره که کارهای مردم بلند منزلهای مردم استاد بکنه؟ این شرم است، به خدا رئیس شیشتن در این پارلمان برای ما شرم است. اما این گفته ها باعث درگیری لفظی میان قدرت الله سحاک و گلپادشاه مجیدی، دو عضو مجلس شد. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان میگوید که هر گونه استفاده سوء از صلاحیت های قانونی از سوی اعضای این مجلس جرم پنداشته می شود. از این مسئولیت ما سوء استفاده نکنیم، مصالح اولیای کشور جدا در نظر داشته باشیم و اینمی قشن پرخاش ها در داخل تالار قطعا شایستگی ای جایگاه را قطعا نداره. این نخستین بار نیست که شماری از اعضای مجلس نمایندگان این گونه متهم می شوند. پیش از این نیز بارها مردمان کشور از بدرفتاری ها و زورگویی های شماری از اعضای مجلس و نیز از دست داشتن آنان در اختلاس ها و فساد شکایت کردند. اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگویند که گردانیدن اعتماد مردم بر روند انتخابات و نهادهای انتخاباتی در صدر کارهای آنان قرار دارد. اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در نخستین نشست هماهنگی این کمیسیون با نهادهای جامعه مدنی در کابل میگویند که اعتماد مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی از بهر تقلب‌های گسترده در انتخابات گذشته صدمه دیده است و نیاز است تا این اعتماد برگردانیده شود. پس از آغاز به کار اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی، نخستین نشست کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با نهادهای جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخابات به روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. ما همه موظفیم و مکلفیم که در گام نخست این اعتماد، این شکنندگی اعتماد عمومی را جبران بکنیم و اعتماد سازی مجدد را در این عرصه ایجاد بکنیم. اعضای این کمیسیون میگویند که هرگاه نقش نهادهای جامعه مدنی در چگونگی برگزاری انتخابات نادیده گرفته شود، تجربه تلخ انتخابات گذشته تکرار خواهد شد. تا زمانی که تمام مردم افغانستان متحد به یک انتخابات دموکراتیک و شفاف و عادلانه نباشند و اگر نهادهای مخصوص متخصص در حوزه انتخابات با ما همکار نباشند، بدون شک ما کاری را انجام دادن نمیتونیم. در همین حال نهادهای جامعه مدنی ایجاد هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخابات و نهادهای جامعه مدنی را برای برگزاری یک انتخابات شفاف یک نیاز میداند. اگر پذیرفته هم نمیشه پیشنهادات ما و نظرات ما، دلایل گفته شده تا ای که ما قانع شویم که چرا پیشنهادات ما پذیرفته نمیشه و ما بتانیم از تصمیمی که کمیسیون شکایت انتخاباتی میگیره در رسانه ها دفاع کنیم و بتانیم یک موضع واحد و مشخص در رسانه ها داشته باشیم. جلسات باز باشه. جلسات باز به معنای این نیست که تنها در جلسه ما اشتراک داشته باشیم. ما یعنی فرصت نظارت معنادار بر نهادهای مدنی برابر شود. در چارچوب یک طرز عمل ما میتونیم همکاری خود ادامه بدیم. طرز عملی که خیلی شبیه طرز عمل رسانه ها با بخش های امنیتی دارند. رئیس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی همچنان بر نقش بی‌طرفانه نهادهای امنیتی در برگزاری انتخابات تاکید می‌ورزد. در انتخابات گذشته شوراهای ولایتی و رئیس جمهوری ما دیدیم که بالاترین تقلبات انتخاباتی از کارمندان کمیسیون انتخابات و دومین تقلباتی که به وجود آمده بود، مداخله هایی که به وجود آمده بود، او عبارت از متاسفانه پلیس افغانستان بود. افغانستان در 15 سال گذشته تاکنون 8 گونه انتخابات را در 5 دور برگزار کرده است که در برگرنده 3 انتخابات ریاست جمهوری، 3 انتخابات شورای ولایتی و 2 انتخابات پارلمانی است که از این میان انتخابات ریاست جمهوری 1393 هجری خورشیدی پرچالش‌ترین انتخابات در تاریخ کشور شناخته شد.
از سوی دیگر نهادهای ناظر بر روند انتخابات از نیامدن اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات سخت انتقاد میکنند. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اعضای تازه این کمیسیون تا اکنون کارهای نخستین و ساده ایشان را انجام ندادند و کارهایشان بسیار با آهستگی پیش میروند. این مقام پیشین کمیسیون مستقل انتخابات حکومت را متهم میسازد که با آوردن اصلاحات بنیادین اراده ندارد. دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که با رهایی از زرداد فریادی زندگی 16 شهروند افغانستان با تهدید روبرو شده است. این شهروندان کسانی هستند که با شهادتشان در دادگاه زرداد فریادی را در بریتانیا زندانی ساختند. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد که امنیت این گواهان را تضمین کند. این نهاد همچنان می‌خواهد که زرداد فریادی از بحر ارتکاب جنایت‌های ضد بشری از سوی حکومت افغانستان زیر پایگرد قرار گیرد. در سال 2005 میلادی شماری از شهروندان افغانستان با حضور در سفارت بریتانیا در کابل ضد زرداد فریادی که در دادگاه در لندن محاکمه میشد شهادت دادند. پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که او گواه این رویداد بود. این 16 تن هم اکنون در افغانستان بودوباش دارند. همچنان شماری از کارگران مددرسان نیز گواهی دادند. من نیز در دادگاه حضور داشتم و از همین روز زندگی این گواهان با خطر روبروست. حقوقدانان هم از آنچه که برخورد عجولانه حکومت افغانستان در برابر زرداد فریادی و رهایی وی میگویند انتقاد میکنند. از لحاظ تئوری مسئولیت فردی برای تمامی اتباع افغانستان از جمله وظایف بسیار عمده حکومت است مطابق ماده 75 قانون اساسی افغانستان، ولی در عمل از این که وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی در حالت خوب قرار نداره، لازم است تا تدابیر ویژه امنیتی برای کسایی که در این خصوص شهادت دادن در نظر بگیرم. دغه اشخاص و افراد بایستی دغه گرزی چې په ټولنه کې یو نو مشکلات نور پیدا شي و اشخاص و افراد چې په دوی باندې په محکمو کې په اعتراض کړی و د هغوی ژوند ته خطر واقع شي. زرداد فریادی از فرماندهان بلندپایه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود که متهم است در دوره جنگ‌های داخلی مرتکب جرایم بشری و جنایت‌های جنگی شده است. وی کفتای پیش پس از آمدن به افغانستان بازداشت شده بود، اکنون به ضمانت آزاد شده است و تا اکنون خودش درباره اتهاماتی که بر او وارد هستند هیچ چیزی نگفته است. وزارت امور داخله می گوید که قرار است دروازه های امنیتی شهر کابل پیش از بهار سال آینده جابجایی شوند و به بهره برداری سپرده گردند. معاون سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که نیروهای امنیتی آموزش های لازم را در کار بهره برداری از این دروازه های امنیتی فرا گرفتند. فرمانده کندک امنیتی دروازه های شهر کابل می گوید که این دروازه ها برای شناسایی مواد انفجاری در موترهای باربری بسیار کارا هستند. وزارت فواید آمد در بودجه سال 1396 هجری خورشیدی 76 پروژه انتقالی دارد. معین این وزارت در مجلس نمایندگان میگوید که امسال تنها برای 10 پروژه جدید این وزارت بودجه تخصیص یافته است و مصرف بودجه توسعه این وزارت در سال گذشته مالی 45% بوده است. این در حالی است که پیش از این برای مصرف بودجه توسعه به ویژه در واحدهای بودجه‌ای مهم در کشور یک هدف 75% تعیین شده است. وزارت فواید آمه که دومین واحد بزرگ بودجوی کشور است، در سال مالی 1395 تنها 45% بودجه توسعیش را مصرف کرده است. در مجموع وزارت فواید آمه در سال 1395 تانسته که 45% مجموع بودجه خود و 79% نسبت به دریافت تخصیص مصارف را انجام داده باشد. در این حال وزیر مالیه میگوید که در سال مالی گذشته با اجرای 91% از تخصیص ها 76% کل بودجه ملی مصرف شده است، اما وی درباره مصرف بودجه توسعه چیز نمیگوید. بودجه عادی و هم بودجه انکشافی شامل از است. نظر به آخرین ارقام و اعداد 76% بودجه به مصرف رسیده. بر بنیاد اطلاعات داده شده سوی وزارت مالیه در بودجه سال مالی 1396 117 پروژه جدید توسعه گنجانیده شدند و بیشترین پروژه ها از سال گذشته به این بودجه انتقال یافتند.
یک جوان افغان یک هواپیمای به سرنشین کوچک ساخته است که با موبایل و کمپیوتر به پرواز در می آید. عزیز رحمان سازنده این هواپیما می گوید که وی با استفاده از برنامه کمپیوتری جاوا چگونگی اداره کردن این هواپیمای به سرنشین را فرا گرفته است. پس از 4 ماه کار و هزینه تا 2000 افغانی، چرخ های این هواپیما به حرکت در می آیند. تجربه نخستش است و این پرواز فراز و فرودهای نیز دارد. می تواند تا 200 متر از زمین بلند شود و همه بخشهایش از ابزارهای تلفن همراه ساخته شده است. نور هم در کم وسایل ستاسوینه یا کم چیزونه زیادت لگیدلی دی در زیادتره دی موبایل مو استفاده کردی او زینده شیان دیسی اغا ما خپل ورته جور کردی دی یعنی لعادی شیانو چیسی موی جور کردی دی او تقریبا سالور میاسی وقتی اونی دلش دی موی سکردی او دانشجوی سال سوم بخش علوم کامپیوتری یکی از دانشگاه های خصوصی در کشور است. وی از برنامه های بزرگش سخن می زند و می خواهد که پشتیبانی شود. عزیز الرحمن می خواهد برای ما از برنامه کنترل کننده این هواپیمای بی سرنشین با وای فای موبایل و کامپیوتر سخن بزند. وای فای په زریبه نه دلته کنیکټ کیږي تر څو پورې موږ دلته په سافټویر کې هغه دی هغه مک ادرس دلته ریفاین کړی دی تر څو پورې دی هغه مک ادرس په زریبه نه هغه دلته انتقالیږي وای فای په زریبه نه او بیا دا دی هغه زریبه پرواز کوي. وای از بی‌پروایی حکومت در برابر چنین کارها انتقاد می کند و تاکید می ورزد که با پشتیبانی دولت از مخترعان و طراحان تلاش جوانان در این بخش نیز بیشتر خواهد شد. پیش از این عزیز الرحمن برنامه‌ای را نیز ساخته است که نیازمندان به خون می توانند از طریق اینترنت گروه های خون خودشان را در نزدیک محل زندگیشان پیدا کنند. دختر 7 ساله سوری که از شهر جنگزده حلب اوضاع بحراری این شهر را در صفحه تیوترش پخش می کرد از شهر حلب نجات یافت. این کودک سوری که بنا العباد نام دارد در این مدت با کمک مادرش اوضاع شهر حلب را گزارش می کرد. این کودک در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که باشندگان حلب در اوضاع بحرانی بسر می برند. پلیس آلمان عملیات تازه‌ای را برای بازداشت مزنون اصلی حمله بر بازار کریسمس در برلین آغاز کرده است. پلیس آلمان میگوید که یک شهروند پاکستان را که در پیوند با این رویداد بازداشت کرده بود از بهر نبود شواهد کافی آزاد ساختند و اکنون عملیات گسترده برای بازداشت انیس آ شهروند تونس که مزنون اصلی این حمله است آغاز شدند. در همین حال مهاجران در آلمان میگویند که نباید پناهجویان از بهر حملات هراس افغانانه سرزنش شوند. ادامه خبرها در طلو نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از طلو. پلیس آلمان عملیات گسترده ای را برای بازداشت یک شهروند تونس در پیوند با حمله سه‌شنبه شب در یک بازار مزدحم کریسمس آغاز کرده است. سخنگوی پلیس برلین میگوید که فرد مزنون که اکنون فراری است 24 سال سن دارد و ممکن است حمله های دیگر را در این کشور نیز انجام بدهد. در همین حال او تاکید می‌ورزد که یک مهاجر شهروند پاکستان که در پیوند به این حمله بازداشت شده بود از بر نبود شواهد کافی آزاد ساخته شده است. من به شما اطمینان می دهم که پلیس به گونه پی هم کار می کند تا فرد مزنون را بازداشت کند. ما تدابیر امنیتی بیشتر را نیز روی دست گرفته ایم. شمار سربازان پلیس در بازارهای کریسمس افزایش خواهد یافت. در همین حال پناهجویان در این کشور می گویند که نباید آنان از بر فعالیت های هراس افغانانه با خشونت روبرو گردند. من از اینکه مهاجران به حمله های هراس افغانانه پیوند داده می شوند سخت اندوهگینم می گرداند، زیرا با این حمله ها فشار بر مهاجرین افزایش می یابد. این رویداد که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفته است، سه‌شنبه شب در یک بازار پر رفت آمد کریسمس در برلین رخ داد که در آن 12 تن جان باختند و 48 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال کشورهای اروپایی تدابیر ویژه امنیتی را در محلات برگزاری مراسم کریسمس روی دست گرفتند تا از هر گونه حمله های احتمالی جلوگیری گردد.
ایالات متحده آمریکا از ادامه وضع تحریم‌ها بر حکومت روسیه حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن از بی‌ثباتی‌ها و ادامه درگیری‌ها در بخش‌های شرقی اوکراین میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه نگران است. از همین رو از وضع تحریم‌ها بر حکومت روسیه پشتیبانی می‌کند. جان کربی از مسکو می‌خواهد تا از ادامه هر گونه مداخله در اوضاع اوکراین دست بردارد. در هفته جاری نظامیان اوکراینی و جدایی طلبان هوادار روسیه در بخش‌های شرقی اوکراین درگیر شدند. این درگیری که دو روز ادامه یافت، نزدیک به 10 سرباز اوکراینی و 20 جنگجوی جدایی طلب کشته شدند و 33 تن دیگر زخمی شدند. حکومت اوکراین میگوید که این درگیری‌ها پس از آن آغاز شدند که جدایی طلبان تلاش داشتند بخش‌های دیگر از خاک اوکراین را اشغال کنند، اما جدایی طلبان این ادعا را رد می‌کنند. در نتیجه درگیری دشمنان سخت آسیب دیدند. آنان 3 واسطه نظامی را از دست دادند. بیش از 10 سرباز اوکراین کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا از این رویداد سخت ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که برای آنکه توافقنامه سال منسک میان دو طرف عملی شود، باید تحریم‌های وضع شده همچنان باقی بمانند. ایالات متحده آمریکا از افزایش خشونت‌های اخیر در بخش‌های شرقی اوکراین سخت نگران است. شمار کسانی که در این رویداد کشته شده‌اند بلندترین رقمی است که از جون 2015 ما گواه آن بودیم. از اپریل سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 9600 تن در بخش‌های شرقی اوکراین جان باختند. هرچند در سال پاری میلادی توافقنامه سلمنسک میان طرف‌های درگیر انجام شد، اما تا کنون صدها بار این توافقنامه زیر پا شده است. اتحادیه اروپا بر وضع تدابیر سخت امنیتی در بخش‌های مرزی کشورهای عضو تاکید می‌ورزد. مقام‌های این اتحادیه می‌گویند که پول‌ها و اجناس قیمتی که وارد کشورهای اروپایی می‌شوند باید دقت بررسی گردند تا منابع مالی گروه‌های حراس افغان در کشورهای اروپایی قطع گردند. در همین حال کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مهاجران می‌گوید که باید نیروهای مرزی کشورهای عضو تبادل اطلاعات را درباره حراس افغانان انجام بدهند. کشورهای اروپایی آسیب پذیر از حمله های حراس افغانانه. حمله های کارامش شهروندان این کشورها را برهم زده است. با انجام حمله های اخیر در کشورهای اروپایی به ویژه در شهر برلین آلمان، اکنون هیچ یک از کشورهای اروپایی در امان نیستند. کمیشنر عدلی اتحادیه اروپا میگوید که برای تضعیف حراس افغانان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از پولهای انگفت و اجناس قیمتی که وارد کشورهای عضو میگردند بررسیهای جدی در بخشهای مرزی صورت گیرد تا منابع مالی گروههای حراس افغان قطع گردند. بر بنیاد طرح پیشنهادی تازه، حساب بانکی افراد مزنون، افراد افراطی و کسانی که همچو عمله ها را تعریزی می کنند باید در جریان 48 ساعت در همه کشورهای عضو مزدود گردند. با معرفی سیستم جدید تبادل اطلاعات کشورهای شنگن، ما می توانیم از عبور و مرور شهروندان کشورهای دیگر به کشورهای عضو جلوگیری کنیم. این در حال است که کشورهای اروپایی پس از حمایت و پیوستن به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا با تهدیدهای برخاسته از این گروه روبرو‌اند. این گروه تلاش دارد با جلب حمایت جوانان در کشورهای اروپایی حمله‌های بیشتر را انجام بدهد. روزانه نزدیک به 100 زخمی از شهر موصل به مراکز بهداشتی در شمال این شهر مراجعه می‌کنند. پزشکان شفاخانه در غرب اربیل میگویند که ادامه عملیات پسگیری شهر موصل بیشتر از غیر نظامیان قربانی میگیرد که روزانه ده‌ها زخمی به این شفاخانه که قابلیت پذیرش آنان را ندارد مراجعه میکنند. طولانی شدن عملیات پسگیری شهر موصل سبب شده است تا بیشتر غیر نظامیان قربانی حمله‌های طرف‌های درگیر جنگ در این شهر شوند. بر بنیاد گزارش نهادهای ناظر بر حقوق بشر، باشندگان گیرمانده شهر موصل امروز روز گواه حمله‌های موشکی، انتحاری و تک تیراندازی‌ها هستند که بیشتر غیر نظامیان قربانی این حمله‌ها می‌گردند. این شفاخانه که در غرب اربیل موقعیت دارد، روزانه 100 زخمی را از موصل میپذیرد. اما مسئولان این شفاخانه میگویند که با چالش‌های بزرگ به شمول نبود مکان روبرو هند. ما زخمیان غیر نظامیان
ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ کرد را میپذیریم. اما بیشتر آنان غیر نظامیان هستند که دست کم 100 نفر را در روز میپذیرفتیم. ما با چالش های زیاد روبرو هستیم. آنان بدون خانواده هایشان به اینجا آورده می شوند. هیچ کسی نیست که از آنان مراقبت کند. عملات از سوی جنگجویان داعش بر نیروهای حکومتی و برعکس آن جریان دارد. باشندگان محل ناگزیر هستند فرار کنند. هنگامی که فرار کردیم یک موشک بر زمین برخورد کرد و او زخمی شد. ارتش عراق با حمایت امرهای هوایی ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا عملیات پسگیری موصل را در ماه اکتبر سال روان میلادی آغاز کرد. اما از برای آن که جنگجویان داعش در این شهر که آخرین پناهگاه برای آنان در عراق می باشد مقاومت شدید انجام می دهند، از این رو این عملیات به درازا کشیده شده است. ایالات متحده آمریکا بر بررسی جدی و بی‌طرفانه اتهام‌های احمد یشی بر جنرال دوستم تاکید می‌ورزد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که واشنگتن از بازداشت غیرقانونی و رفتار نادرست با یشی از سوی جنرال دوستم بسیار برآشفته شده است. در همین حال در نشست شورای امنیت ملی با لوئی سارنولی دستور داده شده است تا در این باره بررسی‌هایش را ادامه دهد. یک منبع از حکومت می‌گوید که لوئی سارنولی با جنرال دوستم نامه فرستاده است تا به تحقیق حاضر گردد، اما لوئی سارنولی حاضر به گفتگو در این باره نیست. حکومت پس از یک هفته ریزنی و نیز دیدار با چهره های جهادی و سیاسی کشور سرانجام درباره آغاز بررسی اتهام های احمد ایشچی والی پیشین جوزجان بر جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور تصمیم گرفت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری این تصمیم حکومت چندان روشن نیست، اما منابع میگویند که به لوئی سارنولی دستور داده شده است تا تحقیقاتش را در این زمینه ادامه بدهد. در این میان وزارت خارجه آمریکا از تلاش‌های حکومت افغانستان برای بررسی اتهام‌ها بر جنرال دوستم پشتیبانی می‌کند. ماز رهایی آقای ایشی استقبال می کنیم و بدیهی است که از بازداشت غیرقانونی او و نیز از گزارش ها درباره رفتار بد معاون رئیس جمهور با ایشی بسیار برآشفته شده ایم. در این میان برخی از بزرگان قوم در ولایت های جوزجان و فاریاب از بحر پادرمیانی و نیز گفتگو با احمد ایشچی حکومت اعضای شورای ملی و چهره های سیاسی به کابل آمدند. این بزرگان قوم خواهان حل تنش ها میان جنرال دوستم و احمد ایشچی در یک جرگه قومی هستند. این موضوع موضوع حقوقی نیست که ما بتانیم را با جرگه حل کنیم، با مردم حل کنیم. این قطعا ما میخواهیم که خواست ممی است باید از طریق عدلی و قضایی حل شود. بزرگ کردن ادعای پر از تناقض یک نفر در مقابل معاون اول و منتخب یک نظام قطعا دستای سیاسی را در دنبال خود داره. ادامه چنین وضعیتی برای آینده افغانستان خیلی پرزیان خواهد بود. لوئی سارنولی حاضر نیست که در این باره اطلاعاتی به دست بدهد. یک منبع حکومتی میگوید که لوئی سارنولی در نامه ای از جنرال دوستم خواسته است که از بحر پاسخگویی به اتهام های احمد ایشچی به این نهاد حاضر شود و یا هم وکیلش را بفرستد. با گفته این منبع در نشست شورای امنیت ملی از این تصمیم لوئی سارنولی پشتبانی شده است. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که فرهنگ اجتماعی کنونی زمینه های آموزش را از زنان کشور گرفته است. این مقام حکومت نقش کمک های جهانی را نیز در بهبود زندگی زنان روستایی ناکام میداند. این نشست که از بهر برجسته شدن نقش کمک های جهانی در بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت ها در برابر زنان کشور برگزار شده است. متاسفانه برداشت مردم ما و برداشت جامعه ما این برداشت ها هم متاثر از روابط خود ساختارهای جامعه در کشور ما است. گوه هم ما میبینیم که مردم ما نسبت به فعالیت های زنان و خانم ها خیلی فعال باشند دید مساعد ندارند. دید مردانه نسبت به زنان
کاملا یک دید منفی است. در همین حال وزارت امور زنان میگوید که تعهدات جهان در برابر زنان افغانستان در نشست بروکسل امیدهای بسیاری را پدید آورده است. دولت، نهادهای مدنی و جامعه جهانی با درک احساس مسئولیت پذیری مشترک در امر مبارزه با خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان همواره به صورت استراتژیک عمل کرده و می کند. احمد ضیا مسعود در این نشست بر افزایش سواد امامان در روستاها نیز تاکید می ورزد و می افزاید هر اندازه ای که دانش امامان افزایش یابد زندگی زنان روستایی نیز بهبود خواهد یافت. شورای ولایتی نیمروز می گوید که پنجاوی های پاکستان در ناامنی های این ولایت دست دارند. شمار از اعضای این شورا می گویند که در سالهای اخیر پنجاویان پاکستانی با خانواده هایشان در ولسوالی خاشرود این ولایت جابجا شدند و از همین ولسوالی حمله های هراس افغانانه را سازماندهی می کنند. در همین حال والی نیمروز می پذیرد که نیروهای دولتی با هراس افغانان خارجی که بیشترشان پاکستانی هستند در نبردند. نیمروز یکی از ولایت‌های دورافتاده و ترانزیتی کشور است. شورای ولایتی نیمروز میگوید که هراس افغانان خارجی همزمان با آغاز روند صادرات و واردات بازرگانان افغان از راه بندر چابهار میکشند تا با ناامن ساختن نیمروز این روند را صدمه بزنند. رئیس و برخی از اعضای این شورا میگویند که هراس افغانان پنجابی با خانواده هایشان از ماها بدین سو در ولسوالی خاشرود نیمروز خودشان را جابجا کردند. رئیس شورای ولایتی نیمروز می افزاید که این هراس افغانان پاکستانی تمامی حمله های هراس افغانانه ایشان را از ولسوالی خاشرود در بخش های دیگر به پیش می برند. خاشرود یا عمده مصیبت و مشکل داره چه خاشرود یا خلاص فضا لری او پاغه خلاصه فضا که پاغه ساحه و منطقه که طبعا د مخالفین و گشت و گذر است. چند نفر که از اینا به علاقت رسیده یعنی تشخیص هویتی از اونا نزدیک به پاکستانیا بودن که از یا پنجابی یا دیگه جا دیگه نظر به اطلاعاتی که برای ما از نیروهای امنیتی ما یا امنیت ملی و کماندانی داده شده بله ما هم میره تایید میکنم. ولی این امروز جابجایی پنجابی ها را در ولسوالی خاشرود رد می کند، اما می پذیرد که نیروهای دولتی با هراس افغانان خارجی که بیشترشان شهروندان پاکستان هستند مصروف نبرد هستند. در توریزم پدیده در شما پدیده داده پاکستان همیان پاکستان دیو آقا در نو تاسی مطمئن و سیگه سیمون پیاوره اردو ملی اردو لرو پیاوره پلیس ملی لرو پیاوره امنیت ملی لرو دوی تا مون آقا نوار کهو که چیره کم دسه غلچک عمله که بیرتا زوابار کهول کیگی. در همین حال قول اردوی 215 میوان میگوید که عملیات شفق دو برای پاکسازی ولسوالی خاشرود از وجود هراس افغانان به زودی آغاز خواهند شد. دستی محسق اطلاعات به دید مراکز و پا اقل نسته چلیت دشمن دستی مستقم مرکز بلدری ولی آقا همیشه دید مراکز مرد اوایز واکنده خواز مرده کماندوید واکنده خواسته در اورلاند نیول سوی دی بیا هم دشمن دی غلچکی میتینگونه لري او باز زاینه پلانونه لري. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که بازرگانان افغان روند صادرات و واردات را از بندر چابهار در حدود 6 ماه پیش آغاز کردند و در حال حاضر موترهای باربری افغانستان با گرفتن پلیت های منطقه آزاد چابهار می توانند به گونه مستقیم به این بندر رفت و آمد کنند. یک زن در ولایت بغلان می گوید که برادر شوهرش بر او تجاوز کرده است. او عدالت می خواهد. این زن ادعا دارد که 8 ماه پیش برادر شوهرش چندین بار بر او تجاوز کرده است. این زن می گوید با آنکه 8 ماه از این رویداد می گذرد اما تا اکنون نیروهای امنیتی نتوانستند تجاوزگر را بازداشت کنند. اما پلیس بغلان می گوید که تلاش ها برای بازداشت این مرد ادامه دارند. خشونت دیگر در برابر زنان در بغلان. زنی که باشنده ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان است ادعا دارد که چندین بار برادر شوهرش بر او تجاوز کرده است. این زن میگوید با گذشت 8 ماه از وقوع این رویداد تا کنون تجاوزگر بازداشت نشده است. 3 دفعه بالای من انجام داده در شوهر خود زنگ زدم. بعد ای تاریخ یک در شوهر خود زنگ زدم گفتم که نمی رقم بالای من برادر تجاوز کرده ای من اطاعت میکنی نمیکنی؟ گفت که نه بدم کده گورم خورده من نه بیادری من چی فرق داره؟ گفتم درسته وقتی که گب ای تو باشه خیلی درسته خیلی در خیلی من تو برکت اکت تو فرمانده بدهی
دیگه کمی شب که بالای سری ما که تجاوز کرد در بستری ما داخل شد در شهر زنگ زدم من دستی زنگ زدم بیادش گره داخل خیمه برشید در شهر زنگ زدم که اینا بالای ما اینا تو که خیمه دفاع نکرد این امشه آمد به بزور بشکنجا بیادر تو نمی کار بالای ما تجاوز کرد. خانواده این زن از حکومت عدالت می خواهند و از نهادهای امنیتی می خواهند تا مرد تجاوزگر را بازداشت کنند. ما کوزور ندارم اون مرد کرا بیرو اگر میگرتم ما همجا میگرتم دنم قانون آلی آمده میجه استاشیدم دو که گزرگاه نوید که چور بود پول خورد آلی نیجه آمده در حقوق بشر این حقوق بشر میدن این دختر و این حکومت میدن این کارش. در همین حال ریاست امور زنان بغلان با نگرانی از افزایش خشونت ها در برابر زنان میگوید که حکومت باید این موضوع را پیگیری کند. از یک طرف عاملین دستگیر نمیشه مثلا فرار میکنه و از طرف دیگه رسیدگی به قضایای همطور خانما به صورت عاجل صورت نمیگیره. اما پلیس بغلان میگوید که به زودی این تجاوزگر گرفتار خواهد شد. زمانی که برای ما عرایز از یاد رسید ما عاجل جلب ازوار داریم و به خود ولسوالی اکیداً هدایت داده شده که قضیه بسیار جدی پیگیری شود. در صورتی که مسئله تجاوز باشه باید کسایی که عمل انجام داده باید دستگیر شود و به قانون سپرده شود. در یک ماه اخیر این چندمین خشونت در برابر زنان در بغلان می باشد که رخ داده است. ریاست امور زنان بغلان هشدار می دهد که اگر جلو خشونت ها در بغلان گرفته نشود گراف خشونت در برابر زنان افزایش خواهند یافت. وزارت مبارزه با مواد مخدر از والیان ولایت‌های حوزه غرب می‌خواهد تا به کشاورزان اجازه ندهند که امسال کوکنار کشت کنند. معین سیاست‌گذاری‌های این وزارت می‌گوید که این وزارت امسال به گونه جدی با کشت کوکنار در کشور مبارزه خواهد کرد. در همین حال شمار از والیان ولایت‌های حوزه غرب می‌گویند که مبارزه با مواد مخدر و کشت کوکنار باید از شعار به عمل مبدل شود. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که امسال میزان کشت کوکنار در شمال کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته است و از بهر حاکمیت طالبان در برخی از بخش‌های شمال کشور امسال برنامه تخریب زمین‌های کشت کوکنار نیز با دشواری‌های روبرو خواهد بود. اما از والیان کشور به ویژه والیان ولایت‌های حوزه غرب می‌خواهد که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تلاش کنند. در صورتی که باز هم کشت صورت گرفته باشه هر سال ما پلان تخریب می داشته باشیم، امسال هم پلان تخریب داریم و خوشبختانه دیشام پلان تخریب در شورای امنیت تایید هم شده. به این لحاظ هر والی صاحب محترم هر ولایت مربوطه مطابق پلان تخریب مسئولیت دارن پلان عملیاتی را ساخته و مزارع را تخریب کنند. اما برخی از والیان ولایت های حوزه غرب از چگونگی مبارزه با کشت کوکنار در کشور انتقاد می کنند و می گویند که باید نهادهایی که در این باره مسئولیت دارند برنامه هایشان را از پالیسی و شعار به عمل مبدل کنند. اول وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر وسایل وساید و منابع مالی مورد نیاز به هدف تخریب مزارع کوکنار به موقع تامین و اگر سال گذشته به موقع تمویل می شد ما انشاءالله از این هم بیشتر می توانستیم جلو کشت کوکنار بگیریم. دو مبارزه مؤثر و قاطع علیه زر تولید و ترافیک مواد مخدر در سطح کشور همسان و همزمان پیش برده شد. ولایت هرات با وجودی که خودش کشت کوکنار نمی کنه اما یک دهلیزی گشته کشتی که قاچاقچی های مواد مخدر از شمال کشور از ساحه وسیعی که در اطراف ولایت هرات وجود دارن دور کردن این پدیده های شوم و منفور براندازی کنفرانس ها، سمینار ها و گردمای های نمایشی نه تنها نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت بلکه فعالیت ها و گرافی مراکز فروش وزاری این بوته ننگین افزایش پیدا خواهد. ولی هرات برخی کارهای این وزارت را نقد می کند و از وزارت مبارزه با مواد مخدر می خواهد که ابزارهای مبارزه با کشت کوکنار را در اختیار این ولایت قرار دهد. ولی بادغیس نیز از این وزارت می خواهد که برای مبارزه با کشت کوکنار شعارهایشان را به عمل مبدل کنند. میتونیم بگیم بخش عظیمی از تمویل تروریسم به وسیله کشت و قاچاق مواد مخدر صورت میگیره. نیاز هست که ما راههای جدید و تازه را به اصطلاح تحقیق بکنیم و بحث بکنیم و به نتیجه برسیم که چگونه میتونیم از این وضعیت بیرون شویم و دستاوردهای بهتری داشته باشیم و به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا بکنیم.
در همین حال والی غور میگوید که بخش بزرگی از منابع مالی هراس افکنان در کشور از قاچاق مواد مخدر به دست می آید و با آنکه نزدیک به 1.5 دهه حکومت افغانستان در این باره تلاش کرده است، اما این تلاش ها به موفقیت نرسیده و باید راه های دیگر برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور جستجو شود. والی فرانیز بر مبارزه جدی با مواد مخدر و جایگزین کشت بدیل در این ولایت سخن میگوید. پلان آینده ما امیدوار کننده است. انشاءالله ما با توسعه ترانزیت بندر آبی چابهار و بند بخش آباد که زیر کار است، ترویج گلخانه ها و کنترل مزید مرزها و همین مواد مخدر و عاملین ازی وضع تعرفه ها آگاهی آمه و تلاش برای ایجاد معیشت های بدیل متعدد، ای انشالله چاره ما شما را میتنه. هرچند معین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که میزان کشت کوکنار در ولایت های حوزه غرب در مقایسه به 1 سال پیش 10% کاهش یافته است، اما ولی هرات میگوید که این ولایت دهلیز بزرگ برای قاچاق و ترافیک مواد مخدر در کشور به شمار میرود و باید وزارت هایی که در این باره مسئولیت دارند تلاش بیشتر کنند. در اخیر چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. بروسیا دورتموند در دیدار خانگی برابر آکسبورگ با برابری 1-1 متوقف شد و فرصت صعود بر رتبه 3 جدول بوندسلیگا را از دست داد. شاگردان توماس توخل در این دیدار موقعیت‌های گلزنی به مراتب بیشتری از حریف به دست آوردند، اما در نهایت تنها 1 بار موفق به گلزنی شدند و از این دیدار خانگی تنها 1 امتیاز به دست آوردند. بازی با برتری دورتموند آغاز شد و در دقیقه 8 بود که گوتزه می توانست دروازه آکسبورگ را با 1 شوت دیدنی باز کند، اما ضربه او با تیر دروازه برخورد کرد. چند دقیقه بعد نوبت اوبامیانگ بود تا دروازه آکسبورگ را به خطر بیاندازد. ضربه او هم راه به چهارچوب پیدا نکرد. برتری زردها ادامه داشت و بازیکنان این تیم یکی 2 موقعیت خوب دیگر روی دروازه عریف ایجاد کردند، اما با واکنش های خوب دروازه‌بان آکسبورگ این موقعیت ها هم به ثمر ننشست. در حالی که تیم میزبان سخت بعد دنبال زدن گل برتری بود، این آکسبورگ بود که در دقیقه 33 روی 1 ضد عمله با گل رسید. 33 مینوتا گوشتی پروادزون شدمه کلی نمیچ بروسی 0-1. چلی ستاو شه تک یک دو تی پوری تردیسی ستاو شه زادوشت. اله تش بونت باتری کوری نو نی پتشمنی ویبیگا ویدیل شه ایشتا نی پوینی روی اشتباه خطی میانی دورتموند و پاس اشتباه مارک بارتیرا بازیکنان آکسبورگ صاحب فرصت شدند و در نهایت جی دونگ وونگ ستاره کوریایی این تیم در موقعیت تک به تک در 2 ضربه گلزنی کرد. Але віж що, я мисля, що тутай фундаментом тієї брамки було останнє споткання в тим року. Пам'ятаємо, що по раз останній в Бундеслізі на тим стадіоні. پس از این گل عملات دورتموند شدت گرفت و چند موقعیت خوب روی دروازه عریف ایجاد کرد، اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسید و نیمه نخست با همان تک گل به پایان رسید. No i tu powinien być rzut karny. Gramy dalej, pokazuje Guido Winkman wymownym gestem lewą ręką. نیمه دوم هم با عملات دورتموند آغاز شد. در دقیقه 47 بود که روی همکاری شینجی کاگاوا و دمبل این ستاره فرانسوی در موقعیت تک به تک با ضربه بغل پای چپ کار را تمام کرد. Випровадзав Вайт, заграв до Дембеле, тен на один контакт з Кагавом. Ну і пізніше ідеально в темпо заграна п'юки от... Ін гол хам аз шедат амалат Дортмунд кам накард ва бозікнан ін тим дар фасле 4 дакіка 2 мавкет хатарнаки дігар іджад кардан. Ама на таванстан аз анха істифаде кунан. Бракувало такі хакт. از جمله در دقیقه 49 که ضربه قیچی اوبامیانگ را مدافع عریف برگشت داد. برتری دورتموند تا پایان بازی ادامه داشت، اما هیچ یک از موقعیت‌های این تیم تبدیل به گل نشد و بازی
با برابری یک یک به پایان رسید. در ادامه رقابت های بسکتبال حرفه‌ای NBA، تیم دالاس ماوریکس 21مین شکست خود را تجربه کرد. در این دیدار اساس دالاس در برابر دنور ناگتس به میدان رفت و سرانجام این بازی 117 بر 107 به سود ناگتس پایان یافت. در دیدارهای دیگر شیکاگو بولز 113 بر 82 دیترویت پستونز را شکست داد. اوکلاهاما سیتی تاندر 108 بر 110 در برابر آتلانتا هاوکس شکست خورد. ایندیانا 107 بر 105 به برتری در برابر واشنگتن رسید و میناسوتا 115 بر 108 فنیکس را از پیش رو برداشت. در جدول ردبندی NBA در کنفرانس شرق تیم کیولن کاولیرز با 19 پیروزی و 6 شکست در صدر باقی مانده است و تیم های تورنتو رپترز با 19 پیروزی و 8 باخت دوم و بوستن سلتیکس با 15 پیروزی و 12 شکست سوم است.